اگر میخوای کاملا کد C20 طبیعی رو بسازی و استفاده کنی و مواد کیمیایی به عنوان C20 نخری، این ویدیو رو دقیق ببین تا بر شما یاد بدم که چه قسم ساخته میشه و چی هست او کد C20 طبیعی. درود به دوست خوبم، قربان آزاد هستم و خوش آمدین به یک ویدیوی کاملا طبیعی و جدید دیگر که در این ویدیو بر شما یاد میدیم که از بادام زمینی یا مونپلی چگونه شما میتونین کد بسازین، کاملا کدی به نام NPK یا کد C20 که بسیار درختان شما را به صورت انفجاری رشد بده، اصلا نیاز به کد کیمیایی نداشته باشین. این باعث میشه که درختان شما بسیار سرسبز باشه، بسیار میوه خوب و کیفیت تولید کنه، رشد ریشه ها بسیار خوب شوه و علیه آفات امراض هم بتونه مقاومت کنه. بسیار کد قوی هست نسبت کد C20 ای، یعنی به نسبت 7:3:2 هست، یعنی NPK به نسبت 7:3:2 هست، یعنی نایتروژنش نسبت به کد پتاسیم و فسفرسش زیاد هست که مخصوص اول فصل بهار هست که یعنی این موقع شما را باید بسازین و استفاده کنین به درخت های خود. و این شما چه قسم میتونین استفاده کنین؟ به 3 رویش میتونین استفاده کنین و روش هایش، مثلا شما میتونین وقتی که این کد را در دسترس داشته باشین یا خودتان بسازین، در اطراف درختان خود میتونین همون رقم پاش بتین، اما خود پودر یا کیکشه و درختان شما رشد میکنه. این یک روش. روش دیگه ای که شما پیش از اینکه درختان را میشانین یا گلوگیاتون را میشانین، امرای خاکش باید میکس کرده باشین که این هم بسیار روش خوب است. ولی روش خیلی خوبی دیگه ای که من برای شما توصیه میکنم این هست که داخل آب این را باید حل کنین. بخواین مایه ایره کدی مایش اگر بخواین جور کنین 100 گرم ایره در 1 لیتر آب حل میکنین و در یک جای آفتابی سرش سرپوش میمانین و ایره خوب حل میکنین داخل 1 لیتر آب برای 2 روز میمانین. بعد از 2 روز ایره خوب فیلتر میکنین و بعد از که فیلتر کردین ایره باز میتونین با 10 لیتر آب دیگر یک جای کنین و بعد برای درختان و گیاهانتون استفاده کنین. مثلا یک درخت 5 ساله یا حتی 10 ساله هم اگر داشته باشین، میتونین 10 لیتر آب که 2 لیتر دیگر که این مایه کدی مایه جور کردین امرایش یک جای میشه، 1 لیتر کدی مایه بود و 10 لیتر میشه 11 لیتر. 11 لیتر را بعد از آبیاری درختان خود را کاملا آبیاری میکنی، آب در حالت تنشین شدن که رفت، بعد از اون 10 لیتر آب را اطرافش میندازی که این کاملا زمین اون موقع تر از خیس هست و در حال جذب آب بر ریشه ها هست، یعن فورا در زمین جذب میشه و توسط ریشه ها جذب میشه. خیلی موثر است. کدام وقتایی را شما باید استفاده کنین؟ بهتر هست که درجه سانتیگراد از 0 درجه سانتیگراد ببخشین از 3 درجه سانتیگراد بالا باشه زمان استفادهش هست و از 35 درجه سانتیگراد پایین باشه، یعنی در همین محدوده، نه خیلی زیاد سرد باشه نه خیلی زیاد گرم باشه. به طور مثال شما در همین زمان میخواین استفاده کنین، خب هوا بسیار گرم هست، در فصل بهار هوا هم گرم میشه، خب بهتر است شما در جریان صبح یا عصر یا شام که درجه حرارت پایین تر میره شما ایر استفاده کنین بهتر هست. و در دوره مدت استفادهش بعد از هر 15 روز بعد میتونین از 1 دفعه استفاده کنین، یا حتی هر کدی رو که استفاده کرده باشین صبر میکنین 15 روز گذشت بعد از اون ایره میتونین استفاده کنین. باور کنین که بسیار قدرتمند هست، کد طبیعی هست و عیناً به شکل کد C20 هم کار میده. و ایره شما چگونه میتونین تهیه کنین؟ خود شما از این مونپلی یا بادام زمینی اگر داشته باشین و روش روغن کشیش اگر بفهمین، روغنش میکشین بعد از او ایره آماده میکنین و از این طریق گفتم استفاده میکنین. اگر باز هم حوصله نداشتین که به این طریق جور کنین استفاده کنین، از طریق آنلاین میتونین دستور بدین که ممکن است 2.5-3 دلار قیمتش بالا نباشه، پاکت 1 کیلویش هست 2.5-3 دلار است، ولی خیلی قدرتمند و طبیعی هست. شما میتونین ایره دستور بدین و بعد در خانه شما به هر طریقی شما دستور بدین از طریق آنلاین میتونین تهیه کنین. خب دوستای عزیز، روش استفاده کدی گراوند نت کیک فرتلایزر یا کدی که از مونپلی یا بادام زمینی جور میشه برای شما معرفی کردم که بتونین این استفاده کنین، یعنی جاگزین کد NPK یا کد C20. ما شما کدهای زیادی داریم که ما در ویدیوها هم معرفی کردیم و از این بابت هم برای شما معرفی میکنم، هر کدامش در دسترس شما بود میتونین استفاده کنین. و اگر از این روش شما نتونست استفاده کنین، نتونستین مثلا پول پرداخت کنین، بعضی روش های طبیعی و خانگی دیگر هم ما ساختیم که در این پوشه وجود داره، شما خواستین او را میتونین ببینین و روش ساختنش کاملا خانگی یاد بگیرین. تا ویدیوی دیگر، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.